سانگ بوک یا دفترچه آهنگ. توی این فصل میخوام یه دیدگاه کلی از سانگ بوک شامل مشخصات جدیدی که به PA4X اضافه شده رو بهتون نشون بدم. برای جزئیات بیشتر یک فیلم مخصوص آموزش سانگ بوک به طور جداگانه و یک برنامه سانگ بوک ادیتور برای PC هست که میتونین رایگان از سایت korg.com دانلودشون کنین. پیشنهاد میکنم که حتما برای اطلاع از جزئیات کامل سانگ بوک اون فیلم رو ببینین. سانگ بوک یکی از ویژگی‌های قدرتمند PA4X اون یه دیتابیس موسیقی قابل برنامه‌ریزیه. سانگ بوک رو بزنین. اساساً لیستی از آهنگ‌ها رو دارین که بهشون سانگ اینتری میگیم. وقتی که یک سانگ اینتری رو انتخاب می‌کنیم، اتوماتیک خودش یک ریتم، یه فایل میدی استاندارد، یه فایل میدی کاراوکه و یا یه MP3 رو برای شما جهت اجرای اون آهنگ آماده می‌کنه. در حال حاضر ستون‌ها نام، خواننده و ژانر رو نشون میدن. اینجا توی پرفرنسز میتونم مدل نمایش اطلاعات رو از بین مدل‌های مختلف انتخاب کنم. بسیار خوب، می‌خوام که توی لیست پایین برم و آهنگ A Whiter Shade رو انتخاب کنم. عنوان آهنگ به طور اتوماتیک منو به حالت پخش ریتم میبره. یه ریتم مناسب با بهترین اینترو و وریشن جهت اجرای اون آهنگ آماده میشه. استارت رو بزنیم. همینطور 4 تا کیبورد ست، سرعت و چیزهای دیگه هم آماده میشن. بیاین با استفاده از ریتم یه سانگ اینتری برای خودمون بسازیم. اگزیت رو برای رفتن به صفحه اصلی پخش ریتم بزنین و ریتم رو انتخاب کنین. میتونیم هر جور که میخواییم ریتم بعدن ظاهر بشه تنظیمش کنیم. مثلا یک کمی سرعتش رو تغییر میدیم. حالا به سانگ بوک و به صفحه بوک ادیت 1 برید. نیو سانگ رو بزنیم. این کار اتوماتیک 4 کیبورد ست سیف شده به همراه ریتم رو میاره. صفحه بوک ادیت 2 جاییه که میتونین اطلاعاتی از قبیل ژانر آهنگ، خوانندش یا حتی گام آهنگ رو بهش بدین. صفحه بوک ادیت 3 میتونه اطلاعات بیشتری رو مثل سینکرو استارت استاپ به همراه سانگ اینتری سیف کنه. وقتی همه چیز آماده بود، رایت رو بزنید. تی رو بزنید تا اسم این اینتری رو مای سانگ بذاریم. اوکی رو برای تایید متن بزنید. بعد اوکی و بعد یس تا توی سانگ بوک ذخیره بشه. برین توی صفحه بوک تا اونجا ببینینش. ما قبل از ذخیره‌اش سرعت ریتم رو تغییر دادیم، ولی تغییرات زیادی هست که شما میتونین متناسب با آهنگتون روی ریتم بدین. مثلا تغییر صداهای ترک‌های ریتم. هر مدل دستکاری روی صداهای ریتم. تغییر افکت‌هاش و کارهای خیلی بیشتر. و همه اینا بدون تاثیرگذاری روی ریتم اصلی و یا در صورت نیاز روی ریتم کپی شده از اصل انجام میشه. در صورت نیاز بعداً هم میتونین تغییراتی رو روی اینتری خودتون بدین. مثلا کیبورد ست اضافه کنین، کورد سکونس برای ضبط کنین. و چیدمان اجزای ریتم رو برای اینتری که از قبل ساختیم تغییر بدیم. اگزیت رو بزنین. یک کیبورد ست انتخاب کنین. بذارین یک کورد سکونس ضبط کنیم. و بذارین با وریشن 2 و اینتری 3 آهنگ رو شروع کنیم. اول وریشنی که می‌خوایم رو انتخاب می‌کنیم و بعدش اینترو رو. برید به صفحه بوک ادیت 1 و رایت کارنت استایل رو برای ذخیره کورد سکونس و تنظیم اجزایی که انجام دادیم انتخاب کنین. رایت کارنت رو از بخش کیبورد ست انتخاب کنین و کیبورد ست 1 رو برای ذخیرش انتخاب کنین. ذخیرش کنین. حالا برید به صفحه بوک و سانگ اینتری رو که ساختیم انتخاب کنین. اون همون جوری که می‌خواستیمه. اینتری 3 به وریشن 2. کیبورد ست 1 همونیه که می‌خواستیم. کورد سکونس هم سیو شده. یه قابلیت خیلی جالب اینه که میتونین توی هر سانگ اینتری کورد سکونس های مختلفی رو سیو کنین. یه روش سریع هم برای اضافه کردن سانگ اینتری به سانگ بوک هست. ریتم، فایل میدی کاراوکه یا MP3 که می‌خواین اضافه کنین رو انتخاب کنین. من یه فایل میدی از توی USB اضافه می‌کنم. بعدش کلید سانگ بوک رو اونقدر نگه دارید تا این پنجره رایت باز بشه. خودش اسم فایل رو آورده، ولی اگه بخواین میشه تغییرش داد. اوکی رو و بعدش یس رو برای تاییدش بزنید. تموم شد. برگردیم به سانگ بوک. معمولا نوازندگان برای اجراشون یه لیست درست میکنن. لیست آهنگهایی که میخوان اجرا کنن. شما هم میتونین چندین لیست مختلف توی سانگ بوک برای خودتون بسازین. به صفحه ست لیست برین.
اینجا میتونین لیستی رو که میخواین انتخاب کنین. همونطور که میبینین کورگ یه چندتایی رو از قبل توش گذاشته. ست لیست هم به شکل تایل و هم به شکل لیست میتونه نمایش داده بشه. در حالت تایل آهنگ‌ها به شکل صفحات خونه به خونه نمایش داده میشن و به کلیدهای ست لیست روی کنترل پنل دستگاه هم اختصاص پیدا میکنن. از توی منوی صفحه پرفرنسز رو بزنین و لیست ویو رو انتخاب کنین. توی لیست ویو همه آهنگ‌ها توی یه لیست ساده نمایش داده میشن. به فرم نمایش تایل برش گردونین. به هر حال با زدن دکمه ست لیست با استفاده از این کلیدهای کوچیک میتونین به صورت مستقیم به ست لیست دسترسی داشته باشین. منوی صفحه رو باز کنین و enable list edit رو تیک بزنین. حالا کامنت های ادیت فعال میشن. یا میتونین لیست های موجود رو تغییر بدین یا یه لیست جدید بسازین. بذارین با زدن نیو لیست یه لیست جدید بسازیم. به صفحه بوک برید. یه سانگ انتری انتخاب کنین. add to list رو بزنین. به صفحه ست لیست برگردین و میبینین که آهنگ اینجاست. بذاریم به صفحه بوک بریم و دو تا آهنگ دیگر رو هم اضافه کنیم. برگردیم به ست لیست. جای آهنگا رو میتونیم با زدن اسمشون و با استفاده از فلش‌های بالا و پایین عوض کنیم. هر وقت لیست آماده بود، رایت رو بزنیم. اسم بهش بدین. و لیست رو ذخیره کنین. حالا منوی صفحه رو باز کنین و تیک enable list edit رو بردارین. exit رو بزنین و از سانگ بوک خارج بشین.